أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بعد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف بما في اللوح والقلم، جامع السياسات والحكم، الذي سمي في القرآن بنفس الرسول وهو نقطة تحت باء بسم الله. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، در قبله محمد بود و مقصود علی بود. از لحم و کلحمی بشنو تا که بیایی، کانیار که او نفس علی بود علی بود. آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن گرد سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. در مذهب ما کلام حق ناد علی است، طاعت که بود طاعت که بود قبول حق یاد علی است. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی است. تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات خلق الله محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این شعر یعنی چی؟ تا صورت پیوند جهان بود علی بود، یعنی همونی که 1400 سال پیش به دنیا آمده. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود یعنی چی؟ من این شعر رو میخوام براتون باز بکنم. این گزیده اون شعر بلند هست. میخوام براتون بگم این شعر شعر نیست، حقایقی هست در قالب الفاظ. و استدلال های مهمش رو بگم. میگه از زمانی که زمان بوده علی بوده، تا نقش زمین بود و زمان بود علی. آقا ما داریم راجع به موجودی صحبت میکنیم، بعضی هم میگن خداست، جلوش بگی خدا نیست میزنه سرت ببره. یه سری تو خدا بودنش دعوا دارن، یه سری تو مسلمون نبودنش دعوا دارن. ما داریم راجع به این آدم صحبت میکنیم، ما داریم راجع به اون آدم صحبت میکنیم که وقتی میگن راجع به علی بیاید صحبت کنید، مسیحیه میگه صحبت میکنه، میگن چه راجع به مسیحیه میگه میگه، بعد میگه که ما نمیگیم که حضرت مسیح خداست. اگه قرار باشه مسیح خدا باشه، علی هم باید بابای خدا باشه. که داریم راجع به این آدم صحبت میکنیم، ما داریم راجع به آدمی صحبت میکنیم که جرد جرداغ مسیحی مسیحیه، پنج جلد نوشته. اگه عدالت مجسم رو میخواید ببینید، تو وجود این آدم باید ببینید. این آدم کیه؟ تو خدایی بودنش یه سری دعوا دارن، یه سری تو خارج بودن از اسلامش دعوا دارن.
اونهایی هم که تو امامتش دعوا دارن درجات متفاوته. میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود. یعنی چی؟ یعنی قبل از تولد حضرت علی در 13 رجب عام الفیل، حالا 1400 سال پیش، قبل اون هم بوده؟ چرا نبوده؟ یک وقت صحبت میکنی زندگی حضرت علی، یک وقت صحبت میکنی مقامات عرفانی و باطنی حضرت علی. در اون ماجرایی که یک بار در یک کتابی دیدم، الان یادم نیست کدوم کتاب بوده و معروف هست و حقیقت هم این هست، مگه همین الان ارواح نمیتونن برای بعضی تجسم پیدا کنند؟ مگه شهادت این بعد من موضوع امیرالمومنین بگیم؟ اون امیرالمومنین مثلا یه نفر توسل کرد، مشکلی داشت، کسی اومد حل کرد، اینو که از یه دونه مؤمن عادی هم برمیاد. ولی شهدای ما کمتر از این هستن. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات و بعد احیا عند ربهم یرزقون. من مثلا سوال شد با وجود امام رضا چرا مرحوم نخودکی قبرش اینجاست و مردم میان سر قبر مرحوم نخودکی؟ چرا؟ چرا از امام رضا کمتر میکنه؟ چرا با وجود امام رضا این نخودکی داره کار میکنه؟ بعدن برام کشف شد این مطلب. امام رضا داره به بقیه میگه این نخودکی داره به بقیه. اون چیزایی که شما فکر میکنید از دست امام رضا برمیاد، از دست یه دونه فردی که خاکسار این خونت برمیاد. چه شناختیم اهل بیت کی هستن؟ کشه نفتید به وضعیت میمونه 13 متر باید قبر رو بکنید، قبر رو ببرید پایین تر که امام بالاتر از سطحش، بالاتر از سطح آقا امام رضا علیه السلام نباشه. یه اسمسی اومده بود، جالب بود، هم میخونم در ماجرای حجر نودعی خبش شگافتم بدن رو آوردم بایدن. ما تو اونجا گفتیم گفت سر اینی که قبر از دهراب سلام الله علیه ها مخفیه چیه؟ تو اینجا میگه، میگه تاریخ به تکرار خودش گریان است. با نوح بگو که نوبت طوفان است. از مرقد حجر ابن عدی فهمیدم از چیست مزار فاطمه پنهان است. کاری که با عدی میکردن اگه کسی با قبل از زهرا سلام الله علیها میخواست بکنه و میفتیم میماردیم. پست زده بودن، چی گفته بودن؟ ما میایم با قبل امیرالمومنین هم این کارو میکنیم. یه جرأتش داره کسی؟ خود آقا. اما جریانات اون به حال بماند. این داره اینو میفهمونه. اما قبل از تولد کنتم هر انبیاء سرن حضرت فرمود با تمام انبیا بودم، با همه انبیا بودم و من محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرن و جهرا با پیغمبر اسلام در باطن و در ظاهر بودم. این یه حقیقتیه، قرار نیست با همه حقایق تو این دنیا بفهمیم، اما همه انسان ها در روز قیامت یک مطلبی رو میفهمند. آیه قرآنه، ان تقول نفس یا حسرت ما فرطت فی جنب الله. همه انسان ها میفهمن در کنار جنب الله هستند. حضرت فرمود جنب الله منم. همه میفهمن در روز قیامت با من علی بودن. ان تقول نفس یا حسرت ما فرطت. در اون ماجرا خب سلمان عمرش زیاد بود، خیلی عمرش زیاد بود، سلمان فارسی. خب آقا جان شما که دارید مثلا شوخی میکنید با ما مسائل، جوانتر از ما هستید آقا جان، دیگه ما یه جوری شیسته. درست مولا هستی، درست امام هستی، اما واقعش اینه که بالاخره شما جوانتر از ما هستید. از فرمون یاد از شیراز میامدی، از ایران میامدی به دنبال پیمانبر آخر زمان، یاد بیشزاری، بله، یاد شیری اومد و اون شیر نردی بود تو رو به دره، یادت توسط پیدا کردی به حجت، یادت یه جوانی اومد
تو رو نجات داد از دست شیر. یادت گلها رو جمع کردی به دست اون جوان، گفت بیا گلها تو بس بگیر. نگاه کرد، این چی میگه؟ آقا 225 باب در کتاب فضائل الخمسه من السهاد سته متبتنی کتاب های اهل سنت اومده رجبه هست علی، فقط این 225 تا شجبه هست علیه. باب سوم تو فضائل هست علی میگه در خلقت امیر المؤمنین و پیامبر اسلام قبل از خلقت حضرت آدم قرار نیست. اون کسی که امام الکل فل کله مثل من و شما نیست، کسی که فضائلش رو بنویسن همه دنیا ملائک و جن و تاب بشن، تمام دریاها بشه جوهر، تمام قلم و درختان بشه قلم، بنویسن تموم نمیشه. چه فضائلیه؟ این چیا داره میگه؟ تو یکی از فضائل امیرالمومنینی، من یکی از فضائل امیرالمومنینم، این یکی از فضائل امیرالمومنینه. چرا؟ موجودات عالم فضیلتی از فضائل امیرالمومنینه. چرا؟ به خاطر اینجا میگه این یک قاعده نورانی رو داره بیان میکنه. علکیه به یمنهی روز قلبرا و وجودهی سبتت عرض اسلام ما سب الله به یمن امام زمان و به یمن حقیقت ولایت هست روزی میخوره، نه آب و نون و دون و این حرفا. وجود شما به واسطه باب اللهه. تمام این موجوداتی که در عالم میمونید میبینید به منظره پرتوهای لامپ هستن. لحظه ای لامپ خاموش بشه اینجا خاموش شده. موجودات عالم دائما به اونها وجود میرسه. این وجود از مجرای ولی الله هست. میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود. اگه وقتی اول مخلوق پیغمبر باشه، گفتم تو اون فضائل الخمسه من از سهاه سته، وقتی اول موجود پیغمبر و امیر المؤمنین باشن، این اول موجود زمین هست نه، آسمون هست نه، قبل از خلقت زمین و آسمان اونها خلق شدن. تا پیوند جهان سوپر پیوند، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان، اونها مافوق زمان هستن. علکی میگی صاحب زمان؟ صاحب زمانه، زمان بعد از اون خلق شده. خوزه صاحب از زمان یه چیز سطح پایین تو معرفتی ماست، بالاتر از اینه. موجوداتی تو این عالم اصلا زمان بردار نیستن. هر موجودی که زمان بردار هست و زمان میگذره، پیر میشه، کهنه میشه، موجود مادیست، موجودی که حرکت داره، موجودی که حرکت داره پیری داره، کهنه میشه. تمام موجودات عالم در حال حرکت هست تو مادیات. چرا؟ خیلی راحت، مولکول در حال گردشه، حرکت داره، زمان داره، اون موافق زمان هستش. حالا سوال، قبول، خلقت اونها قبل از خلقت زمین و آسمان بوده؟ قبل خلقت زمین و آسمان از کی هستند؟ زمین و آسمون از کی به وجود اومدن؟ خداوند بیکار بود، یه دفعه گفت ما میخوام زمین و آسمون خلق کنیم، خلق کنیم. اینطوری بود. اون چیزی که آقا من نمیگم حرف منو قبول کن، من دارم اعتقادات میگم. شما هر کدومتون باید تو اعتقاداتتون مجتهد بشید. من اعتقادات خودم دارم میگم. خدا بدون مخلوق میتونه باشه؟ خدا بدون مخلوق که معنا نداره. کریم بدون اینکه ببخشه معنا داره؟ نداره. ما فوق عقل ماست فهمیدن خلقت از کی. تا الان خدا نیست، بعد الان میگه تصمیم گرفتم خب این بعد خدا باشم، خب حالا دیگه واسه نام طرف یه چیزی خلق کنیم. این نیست. مخلوقات عالم جزء تجلیات خدا هستن. ما خدا این تجلی داره،
خدا این جود رو داره. خدا یا دائم الفضل علی البریه هستش، همیشه داره فیض میده، همیشه داره فضل میده. این خلق چند سال، چند صد سال، چند میلیون سال تمومی نداره. برو عقب تا رسیدن به اون خلق اولش خسته شدی ولی خلق تموم نشده. لذا زمانی که سوال کرد آجام قبل از این آدم و حوا آدم و حوای دیگه بودم؟ بله قبلش بودم، بله قبلش بودم، بله فرمود تا صبح قیامتم. حالا عرف اونجا بوده، عرف عرف آدم فرمود یعنی شما هر چی به عقب‌تر بوده. اگر بعد فرمود شما آخر این آدم ها هستید، اگه داروین رفته کشف کرده فسیل هایی رو، اون فسیل ها مربوط به این آدم آقا نبوده، یا مثلا طبق عقیده الهیون مثلا 10,000 سال، 20,000 سال، هر چند سال طبق عقیده شما برمیگردیم و از دادن میرسیم این تعداد سال. قبلش ما استخون کشف کردیم، از راه پرتو افشانی فهمیدیم این 100 برابر. بله ما نگفتیم که قبل از این آدم و حوا موجودات دیگری نبودن. شما هر چقدر برگردی عدد عقب، عدد محدود بدی، این عدد محدود در برابر بی نهایت صفره. اگه شما گفتی از اینجا خلقت شروع شده، یعنی بی نهایت قبل، خدا هیچ مخلوقی نداشته. به یعنی تصمیم گرفت خدا هم حالا با اون کار میده. تو مقام ولایت داریم میگیم، این میگه تا صورت پیوند جهان، اصلا اینا قبل از خلقت این اشیا هستن. ید الله از خدا میگیره به بقیه موجودات اعطا میکنه. در یه ماجرایی خلیفه اول، خلیفه دوم، امیرالمومنین وسط، این دوتا قدشون بلندتر بود. برای اینکه به امیرالمومنین، البته من به شما تو تاریخ خوردم قیافه امیرالمومنین رو یه جوری بدی، نمیدونم ببخشید من اینطوری بودم که من نمیتونم به درمون هم بیارم. چرا؟ امیرالمومنین اینقدر جمالی داشته، زیبا، اون کسی که صاحب همه جمال ها هستش زیباترین آدم بوده. منتها امیرالمومنین رو تو دوران بنی امیه اومدن کاری کردن، بعد نماز امیرالمومنین رو لعن میکردن. خب بله قیافش هم بعدی توی کنن کاری کردن، مسلمان نمازی نمیخوندن مگه اینکه امیرالمومنین رو لعن بکنن. خب بله قیافه آقا رو تغییر میدن. اما تو این دنیا مومنین گفتن آقا تو بین ما دوتا مانند نون لنا میمونی. لنا رو بنویسید، دوتا قد بلند، یه دونه قد کوتاه. از افهم درست گفتی، چون اگه نون لنا نباشه شما دوتا میشید لا. چی فیلاغی نمیدونید؟ این حقیقتیه، شعر نگفته حضرت، حقیقتی گفته. وجه الله، ید الله نباشه موجودی تو این عالم نیست. و به یمنهی رو تقلبرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اون موجود کجاست؟ ما در این راجع به امامی صحبت میکنیم. شما 1,000 برابر سرعت داشته باشیم بری شرق، 1,000 برابر قدرت داشتی بشی بری غرب، بری پایین، بری بالا، هر طرف بری، امام برای تمام این عالم مثل روح برای بدن. کجایی باید؟ یه دونه هست، همه داره گرفته. آیه قرآنه، ان تقول نفس یا حسرتا ما فرطت تو فی جنب الله. همه تو روز قیامت میگن یا آجون ما که نان جنب الله بودیم نفهمیدیم، فکر میکردیم 1400 سال پیش فقط بعد تو کوچه بودیم یاری میکردیم، نفهمیدیم الان هم کنار توییم. ما فرد تو فی جنب الله، این موجود اینجوریه. رضا بزرگان در وصف این موجود نمیگن اول ما خلق الله، اول موجودی که خلق شد، میگن اول ما صدر الله، اول صادر. چرا؟ صادر با مخلوق چه فرقی میکنه؟ وقتی میگید مخلوق آدم فکر میکنه محدوده، چون خلق همه محدودن. وقتی میگید صادر
این شبه برداشت نمیشه، اون حد نداره، نه حد تو وسعتش داره. آقا شما برو تو معرفت اصلی و حقیقی، اگه تو دورترین جای عالم رفتی دیدی، میدانی موجودی که جلوت هست، این موجود خدا و ولی الله و حجت الله کنار این موجود هست. چرا؟ چون به یوم نهی روز خلقنا، این به یوم امامش داره روزی میخوره. او قرآنه، چی میگه؟ کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چی در امام مبین جمعه. او به منزله روح هست برای تمام عالم. این تمام عالم چقدره؟ محدوده؟ فیزیک نمیتونه جواب بده، نمیتواند جواب بده، جواب بده اشتباه. چرا؟ چون میگه بیگ بنگ باعث این شد جهان آفریده شه. بیگ بنگ محدود، نتیجهش محدوده، این محدود نتیجهش میشه محدود، نمیتونه جواب. بعد اینکه تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ نمیتونه جواب بده. اما معرفت اسلامی تو باطن و سر عالم رو برای شما باز میکنه، جوابش اینه. کسی که قدرت نامحدود داره خدا، کسی که علم نامحدود داره خدا، و میتواند نامحدود خلق کند. چرا محدود خلق کنه؟ چرا محدود خلق کنه؟ نامحدود خلق میکنه. و کل شیء، همه چی در امام مبین جمعه. بیت اول، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی. او صاحب زمانه، افسار انداخته گردن زمان داره. بذار بعد عوض از روایات داریم، قبل ظهور حضرت حجت روی عوامر آمدین لبادم تا به این فدا، گردش کهکشانی سریعتر میشه. چرا؟ هنوز صدای حل من ناصر بلنده. کسی هم که همه چشمشون به اون هستش یه نفره، سنا سریعتر میخواد این زمان به اون لحظه موعود برسه. مشتاقترین شخص که منتظر نور خود حضرته. مشتاق بودن حضرت تمام عالم تأثیر میذاره. و یکی از علل افسردگی تمام این عالم چی هستش؟ یه واقعیتیه. شما دندونت درد بکنه تمام بدنت درد میکنه، تمام بدنت تحت تأثیر همگیه نمیگیره، چون به عضو میده در آبردگاه دیگر عضوها رو نماند قرار. درسته؟ امام زمان داره تمام عالم رو روزی میده. در باطن زمانی که حضرت حجت دلش گرفته است همه چی. رضا اصفای جمعه قهقه هم بزنی بازم دلت گرفته است، چون داری روزی میخوری از امامت. اصف جمعه، امام یاد اصف جمعه سال 61 دهم میفته، حضرت رو نیزه غریبی اومده تکیه کرده، صدای حلم ناصر میه، بعد خدا میگه، ملائکه میگن خدای خداوند به دلت میاد حسین این دوی کنی، میگه یه نفر میاد انتخاب. او خودش رو نگاه میکنه، بعد میبینه هنو وقتش نرسته. دل او که قلب عالمه گرفته میشه، تمام عالم دل گرفته میشه. حالا رو خوش بگیم، من کل عالم از مجرای روزیشون، روزی حزن داره بهشون میرسه. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. بعد یه بیت دیگه‌اش، تو بیتای سنگین‌تر شما نگید کلاً، نگید چرا بقیه‌شو نخوندید فلان، ایناشو بگید. میگه مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، علی شد. این علی شد یعنی چی؟ فرمان علی بود، این فرمان از اون سمت اومد. روزی تمام خلائق از مجرای ولی الله،
حتی جبرئیل، این اون کسی که میفهمه میفهمه چی دارم میگم، جبرئیل از مجرای ولی الله روزی میگیره. یه مسجود من که روایت داری که امروز فهمیدم نور ما رو ودیعت گذاشتن در وجود آدم و ازا نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، فهمون این نور زمانی که اومد فرمان اومد سجده کنید به سمت آدم، یه مقامی یه منزلتی پیدا کرده در قبله، فهمد محمد بود و مقصود علی بود. الله صلی الله علی محمد. آیه قرآنه، چکارش کنیم؟ آیه قرآن میگه دو گروه به حضرت آدم سجده نکردن. یه گروهش رو میدونیم ما، ابلیس. گروه دومش کیه؟ اینو به من بگید. قرآن میفرماید خداوند به ابلیس فرمود ابلیس تو که سجده نکردی استکبرت ام کنت من العالین، برش سجده کردی؟ تکبر وردیدی یا از عالین بودی؟ معلوم میشه دو گروه سجده نکرده با آدم، ابلیس دو عالین برش سجده نکرده چون معبود به سجده نبودم. چی ها این عالین؟ چون همه ی ملائکه سجده کردن، یا من اخت ملائکت از جدول آدم، همه سجده کردن عالین. عالین از ما بودی وقتی تو داری میگی قبل خلقت آدم و حوا اینا مخلوق هستن، خصائص الخمس فی فضا تو فی سهاه سته داره میگه تو معتبرترین کتب اهل سنت، وقتی خلقت اینها قبل از خلقت آدم و حوا بوده، خب اینا بودن سجده، کی سجده نکرد؟ اونها سجده نکردن، به وقت امامزای و بعد نور ما قرار داده شد اینها سجده کردن. در یک روایت دیگه می‌فرماید اون شجره منهیه در قرآن مقام ما بود، آدم رفت ببینه به اون مقام میتونه برسه؟ نه، کسی به این مقام نمیتونه برسه، برید اون مقام ما بود در بهشت. اینا کی هست؟ در قسمت عنصری بچه های تو هم، اما بالاتر از تو هستند، بالاتر از تو هستند، میتونم به این مقام برسم. کسی که نزدیک بشه به اون مقام فکر کنه به اون مقام میتونه برسه. این داریم از وجودی صحبت میکنیم قبل خلقت آسمان، قبل خلقت زمین تا الی یوم القیامه، کسی که موجودی از وجود اعطا میکنه، این وجود و توبه آدم و حوا. آقا ما اگه همینطوری بدبخت موندیم به خاطر اینکه بدبختیم، به کسی توسط که کسی رسیده باشه که بدبخت نمیشه، بدبخت نمیشه خودمونه، اصلا کسی نیست که نه، همه چیز مثل اون فقیر بدبخت بیچاره ای که یه نشسته بود گدایی میکرد، مرد، سنگ زیر پاش شکست، دیدن پر از طلا بود. وقتی نمیفهمی کجا، وقتی نمیفهمیم کجا اومدیم، وقتی نمیفهمیم چه گنجی داریم، وقتی نمیفهمیم چه استفاده ای میشه کرد، همینطوری میمونه، از دست میره، عمرمون از دست میره. زمانی که نفس آخرمون رو کشیدیم تازه میفهمیم کجا بودیم، چی میتونستیم بشیم. خیلی بدبختی ها رو میفهمی، از لحم که لحمی بشنو تا که بیابی، کان یار که او نفس رسول نفس نبی بود علی بود. بعد پیغمبر چه کسی امام هست؟ نفس پیغمبر، نفس پیغمبر وقتی هست نوبت به امام دیگه میرسه، نفس پیغمبر هست. آیه قرآن میفرماید تو یه روایت عجیبی آقا امیرالمومنین وقتی که میاد نام میبره فضائل خودش رو، همون با پیغمبر من بزرگ شدم، پیغمبر من رو بزرگ میکرد، بوی پیغمبر رو میشنیدم،
این برای اهل ظاهر، برای اونایی که تاریخی هستن. و حضرت فهمون تو قاره، طبق این روایت حضرت تو قاره حرا بوده، فهمون پیامبر بود، ماهی یه بار در سال میفت قاره حرا، اونجا چکار میکرد؟ سلام. اونجا دعا میکرد. من با پیغمبر بودم. بعد در یک زمانی حضرت فهمت تو رنت شیطان، من ناله شیطان رو شنیدم، هی نه نظر الوحی علی، وقتی نازل شد نهی به او. گفتم آه رسول الله، این رنت چی هستش؟ این ناله چی هستش؟ حضرت فهمود این شیطان رو که معیود شده از این که دیگه عبادت بشه. بعد فرمود علی جان تسمع ما اسمع. آقا چند سالته؟ 10 سالش. آقا تسمع ما اسمع میدونه چی؟ پیغمبر چی شنید؟ وحی رو شنید، صدای جبرئیل رو شنید. تسمع ما اسمع، وقتی داره به من نظر میشه تو هم میشنوی. و ترا ما ارا، اون چیزی که من میبینم تو میبینی. چی میدید از در؟ فرشته جبرئیل رو میدید. کسی که با پیغمبر داره وحی رو میشنوه، کسی که با پیغمبر داره وحی رو میبینه، فرشته وحی رو میبینه، این چه موجودیه تو سن 10 سالی؟ بحث ظاهریش داریم میگیم، اگر ما گفتیم جبرئیل مجرای ولی الله روزی میخوره. الا انک لست بنبی، تو نبی نیستی، ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر، تو وزیر من هستی. آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت اسمت و بستود علی بود. آقا حسکانی استاد خودش نشسته بود، تمام تلاش خودش رو بنی امیه کرد. پیغمبر فهموده بود مثلا امی علی علیه السلام این اسم علی رو پاک میکردن، اسم دشمن علی رو میذاشتن. پیغمبر فهمود این آدم اینطوری تو جهنم، اینطوری اینطوری آدم بدیه، اسم اون آدم رو برمیداشتن، اسم علی علیه السلام میذاشتن. تمام تاریخ امیرالمومنین رو اومدن عوض کردن، فضائل رو به نام کسی دیگه زدن، رضائل رو به نام امیرالمومنین علی علیه السلام زدن. اومدن این کارو کردن ولی که اسم امیرالمومنین محو شه. اما حسکانی نشسته با استاد خودش، استاد داره یک واقعیتی از واقعی اسلام رو در این نظر سوال. سوره 10 سوره انسان در رابطه با علی نیست. چی میگی تو؟ این دریوری و چرت و پرت سوره 10 رابطه با علی مانوی نیست؟ سوره اسلام بلند میشه میره یه جلد کتاب از مهمترین منابع اهل سنت. خودش سنی هستن، حسکانی سنیه، مینویسه 300 آیه در قرآن حد اقل راجب از علیه. آقا 300 آیه یعنی چی؟ قرآن چند صفحه؟ 600 صفحه، 600 برگه. قرآن 600 صفحه، 300 برگه، 300 برگ. این یه برگ، این دو برگ. 300 تا آیه تو قرآن میدونی یعنی چی؟ یعنی هر برگ در قرآن میری جلو یه بار خدا برد میگردونه سمت امیرالمومنین. یعنی این؟ اینو کی داره میگه؟ شیعه داره میگه؟ نه، اینو شیعه ای که میگه هوانه کل القرآن جمع شده در سوره حمد، همه هم جمع شده در بسم الله، کل بسم الله جمع شده در با، کل با جمع شده در نقطه، و نقطه با بسم الله علیه. شیعه اینو نمیگه، چون اگه نقطه علی باشه حرف بدون نقطه تشکیل نمیشه، کلمه بدون حرف تشکیل نمیشه، جمله بدون کلمه تشکیل نمیشه، سوره بدون جمله تشکیل نمیشه. وقتی نقطه رو نداشته باشی خط هم نداری، هیچی نداری، چون دو تا نقطه تشکیل خط رو میدن. خط تشکیل حروف رو میده، حروف تشکیل کلمه رو میده، کلمه تشکیل جمله رو میده، جمله میشه سوره، سوره میشه قرآن. وقتی نقطه نداشته باشی هیچی رو آدم نداری، هیچی نداری. اینو اون تفکر نمیگه، اینو یه تفکر اهل سنت داره میگه. میگه تو هر برگ قرآن رو فرق بزنی یه دونه بازگشت به امیرالمومنین. 300 آیه، ما 300 برگ تو قرآن داریم، 600 صفحه. اینو تفکر داره میگه، یه دونه کتاب بنویسه. آقا این چه حقیقتیه؟
چه موجودیه تو کل قرآن که برای هدایت تا ازل هستش، از تا ابد هستش، اومده اینطوری صحبت داره میکنه. حالا ما تفکر خودمون رو نمیگیم، تفکر ما بالاتر از اینه. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، شعر نیست، این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. چرا تا هست؟ چرا تا ابد باید علی باشه؟ علی یعنی مقام اون معرفتی اهل بیت، مقام اهل بیت. چرا تا هست علی باشد و تا بود علی بود؟ گفتیم برای چی؟ گفتیم خدا خلقش از کی شروع شد؟ خدا از این خلق میشه؟ نه، این خلق از چه مجرایی روزی میخورن؟ حتی بحث روایی هم بذاریم که اون عقل میگه خداوند یک موجود میآفرینه، این موجود از این نظر خالقه، این موجود از این نظر صادره، این موجود چقدر؟ این موجود فقط مخلوق هستش، همه کمالات رو داره. قرآن میگه یادتون نره کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چی تو اون امام جمعه. این گفت نباشد، سخن گفت. من چند تا آیه براتون بخونم. اتقول نفس یا حسرت ما فرطت فی جنب الله، یبقا تا بود علی، تا هست علی باشد و یبقا. قرآن میگه یبقا وجه ربک، این وجه رب باقیه، تموم شدنی نیست. یبقا وجه ربک، میگه ذوالجلال و الاکرام، ربک این. حالا اینجا ای کسی نفر و نه و اینا بلد بود، من این نکته رو میگفتم. وجه ربک ذوالجلال، کی صاحب جلال هست؟ کی صاحب اکرام هست؟ رب شما ها یا وجه رب شما؟ کدومه؟ رب شما صاحب جلال و اکرام هست یا وجه رب گردد و همون وجه رب ما هستیم؟ اینجا فرماید آیه قرآن، چون اگه اومده بود وجه رب بکرد زل جلال و اکرام میشد خدا، رب صاحب جلال و اکرام. اما اینجا میگه چی؟ زو، یعنی صفت هست برای وجه، یعنی اون وجه اولا باقیه، اون وجه صاحب جلاله، اون وجه صاحب اکرامه. بله، یه وقت ناراحت میشه بوده، طرف خواسته بی احترامی کنه به قبر آقا، دست میومده زده درمی، طرف اومد امیرالمومنین بالا منبر ناراحت که داده تو هم یه سگ چی میگی؟ طرف نیولید سگ شده، اراده بکنه اون تمومه، طرف تغییر پیدا میکنه. اما یه وقت هم از صاحب اکرام هم هست. یا این قرآن دیگه میفهمد کل شیء هالک الا وجهه، همه چی هالک الا وجهه. حالا این هم آن، من چند تا بیت شعر دیگه شو میخونم و دیگه ایشون بتونم. آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکن، به یک حمله و بکشود علی بود. علم، تمام علم دست اون هاست، کسی که تمام علم رو داره نتیجه تمام قدرت هم داره، تمام قدرت رو داره. در مذهب ما کلام حق ناد علی است، طاعت که بود قبول حق یاد علی است. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی اولاد علی است. یعنی چی؟ اینم دو بیچه. شما یک وقت خونه میسازی، برای چی؟ یک هدف نهایی داری از این خونه ساختن، که بیای تو خونه بشینی. این هدف انگیزه اولیه است برای ساخت خونه، اما آخر سر تحقق پیدا میکنه.
در خلقت عنصری اهل بیت عصمت و طهارت. در نهایت این بود تمام موجودات در خدمت انسان باشن، تمام انسان ها به وجه الله که این اولاد علی و اهل بیت و چهار معصوم هستن برسن. در ابتدا منظور این هست و این در انتها تحقق پیدا میکنه. زمانی که این مثل اون خونه، در ابتدا انگیزت اینه بیای تو خونت بشینی، ابتدا انگیزت اینه باغ بده اون میوه رو بچینی بخوری، اما این هدف در انتها تحقق پیدا میکنه. تمام این خلاق شرط شدن به یک هدفی، این هدف در آخر بعد 1400 سال پیش من تحقق بده کده. البته امیر المؤمنین رو یه وقت شما دوره‌های زندگیش رو می‌شناسی. امیر المؤمنین به دنیا اومد تا بعثت، از بعثت تا هجرت، از هجرت تا شهادت پیغمبر، از شهادت پیغمبر تا خلافت ظاهری، از خلافت ظاهری تا شهادت امیر المؤمنین. یه وقت اینطوری میگی، اما یه وقت یه جور دیگه میگی. امیر المؤمنین قبل از خلقت خلائق، علی المؤمنی علی ابن ابی طالب از خلقت خلائق تا خلقت عنصری خودش، امیر المؤمنین از شهادت خودش تا ظهور، نقش امیر المؤمنین در ظهور، نقش امیر المؤمنین بعد ظهور تا برپایی قیامت، نقش امیر المؤمنین هنگام برپایی قیامت که اونجا فرمود من قسیم الجنت و النار هستم، بهشت و جهنم به دست منه. آقا جان بهشت و جهنم امم سالفه امم گذشته هم تو میدی؟ بله، کسی که میخواد بهش تو جهنم همه رو تقسیم کنه او داره تقسیم میکنه. اما تو ماه رجب علی ابن ابی طالب، علی دست پیغمبر، این یه علی بود که دست پیغمبر داده شد تو ماه رجب، اما یه دونه علی دیگه هم دست یه آقایی داده شد تو این ماه دیگه. قدم به قدم داریم سمت یه جایی میریم. این علی رو وقتی که دید، آقا رسول گرامی اسلام این علی رو دید، دید داره قرآن میخونه بقیه مسائل. آقا حسین اون علی اصغر رو دستش گرفت. 6 ماه داریم تا کربلا. من فقط یه جمله رو بگم دیگه تموم. گفت جایی شد بله حسین اون علی بسوزه؟ گفت میگم دل شما رو بسوزونم. گفتن ها یه جا شد. زمانی که اومد آقا حسین بن علی علی اصغر رو دستش گرفت، حرفش این بود بذارید شرمنده نشن، آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره، اما بذارید بگم آبش داد. تنها یه جا دلم سوخت، این حسین بن علی علی اصغر رو گرفته بود دست، مونده بود یه قدم میامد سمت خیمه یه قدم هنگش سمت بیت، مونده بود چه کار بکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، تعجیل در فرج آقا امام زمان، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آقا امام زمان. التماس